دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه و متحد رجب طیب اردوغان در یک پیشنهاد جنجالی اعلام کرد که اگر عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگر کردستان PKK از شورش دست بکشد، میتواند در پارلمان ترکیه سخنرانی کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که اوجالان از سال 1999 در زندان به سر می برد و نگرانی های حقوق بشری در این زمینه افزایش یافته است. باهچلی امیدوار است این اقدام به پایان درگیری 40 ساله میان دولت ترکیه و PKK منجر شود. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در پی گمانه‌زنی ها درباره تلاش های جدید برای پایان دادن به درگیری 40 ساله دولت ترکیه با حزب کارگران کردستان، دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه و متحد رجب طیب اردوغان پیشنهاد غیر منتظره ای را مطرح کرد. او اعلام کرد که در صورت اعلام پایان شورش از سوی عبدالله اوجالان، رهبر دربند PKK، اجازه سخنرانی در پارلمان ترکیه به وی داده شود. باهچلی طی نطقی در پارلمان ترکیه گفت اگر انزوای رهبر تروریست برداشته شد، بگذارید بیاید و صحبت کند. بگذارید فریاد بزند که تروریسم به پایان رسیده است. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اوجالان از سال 1999 در زندان به سر می‌برد و به شدت تحت فشار است. به اعتقاد تحلیلگران، پیشنهاد باهچلی که معمولاً به انتقاد از اوجالان و PKK می‌پرداخت، می‌تواند نشانه‌ای از تحولی در سیاست‌های ترکیه باشد. در این راستا تولای حاتم اوغلاری، یکی از رهبران حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، از پایان انزوا برای گفتگو با اوجالان حمایت کرده و برای آمادگی حزب برای مشارکت در صلح شرافتمندانه تاکید کرد. نکته قابل توجه این است که اوجالان به مدت 43 ماه اجازه ملاقات با وکیل یا خانواده‌اش را نداشته و این موضوع نگرانی‌های جدی درباره حقوق بشر در ترکیه را برانگیخته است. در حالی که باهچلی از پایان شورش صحبت می‌کند، این پیشنهاد نشان دهنده پیچیدگی‌های موجود در مذاکرات صلح و چشم‌انداز آینده PKK و حقوق کردها در ترکیه است. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای آسیا از آنکارا با ماست. سلام، خوش اومدید. آقای رئیس‌زاده، آیا پیشنهاد اجازه سخنرانی اوجالان در پارلمان ترکیه میتواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور کمک کند و چگونه میتوان از این پیشنهاد به عنوان فرصتی برای حل درگیری‌های طولانی مدت استفاده کرد؟ تشکر. با سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران و بیننده های شما. ببینید، پیشنهاد اجازه سخنرانی عبدالله اوجالان در پارلمان ترکیه به عنوان بخشی از تلاش های دولت ترکیه برای پایین دادن به شورش حزب کارگران کردستان یا PKK میتواند پیامدهای گسترده ای داشته باشد. اما سوال مهم ای است که چون اقدام به بهبود وضعیت حقوق بشر و همچنان وضعیت کارگران کردستان در ترکیه منجر میشه یعنی. از منظر حقوقی وقتی بررسی بکنیم، میبینیم که عبدالله اوجالان از سال 1999 در مدت 25 سال در انزوا بسر میبره و در مطابق که شما در اخبارتون نشر کردین، در 43 ماه گذشته حتی اجازه ملاقات با وکیل مدافع و خانوادش نداشت. اگر این پیشنهاد عملی شود و اوجالان بتواند در پارلمان سخنرانی بکنه، این مسئله میتواند به عنوان یک گام به سوی کاهش محدودیت های حقوقی و شرایط نامناسب زندانیان سیاسی در ترکیه شود. خب این موضوع بهبود وضعیت حقوق بشر را حداقل در بخش زندان های سیاسی میتواند تقریب بکنه. مسئله دیگر مسئله ای است که سخنرانی اوجالان در پارلمان و پایان دادن یا پایان شورش های مسلحانه میتونه که
بستری برای مذاکرات سولجویانه بین دولت و کردها ایجاد شود. این مذاکرات اگر به درستی مدیریت و اداره شود، احتمالا منجر به کاهش خشونت‌ها و بازسازی اعتماد بین گروه‌های کرد و دولت ترکیه می شود. درگیری‌های 40 ساله بین دولت ترکیه و پکاکا نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر حقوق بشری هم هزینه های بسیار بالایی به دو طرف داشت و این پیشنهاد فرصتی برای شروع گفتگوهای جدید و تلاش برای حل مسالمت آمیز بین اختلاف های زمان باشه. و از جانب دیگر چالش های سیاسی هم هست. با این حال این پیشنهاد با چالش های سیاسی و اجتماعی بزرگی هم همراه هست. ما در روز گذشته آقای امید اردا یکی از رهبرهای مخالف سیاسی آقای اردوغان صریحا اعلام کرد و اعلام مخالفت کرد در صورتی که این کار صورت بگیره، حتی پیشنهاد از این داد که باید انتخابات زود هنگام صورت بگیره. بله. خب مخالفت های شدیدی در داخل ترکیه نسبت به حزب کارگران کردستان و رهبری از اون وجود دارد. برخی ممکن است که حرکت را به عنوان عقب نشینی در برابر تروریسم تلقی کنند که میتونه باعث افزایش تنش ها در برخی بخش های از جامعه شود. از طرف دیگر این افراد این فرایند به نتیجه برسن میتونه الگویی برای دیگر کشورهایی که با شورش های مسلحانه مواجه هستند ارائه شود. خب در کل ما میتونیم بگیم که پیشنهاد اجازه سخنرانی آقای اوچلان در پارلمان اگر با تدبیر و دیپلماسی همراه باشه میتونه به عنوان یک گام مهم در جهت پیشبرد صلح و بهبود حقوق بشر در ترکیه محسوب شود. با ویژه اگر این فرصت ها به گفتگوهای بلند مدت برای حل مسائل کردها و پایان خشونت‌های مسلحانه در ترکیه شود. بله، از توضیحاتتون ممنونم. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای آسیا از آنکارا.